پسر جذاب با یه ریش مشتی، صبح زار شب میزنه قرم سبزی، اینه که دل بنی پیرنه هوایی، دلارو میلرزونه بابا تا کجایی، از دهش هستی راشت و پنجی، اسمشو میدونیم پس با من بگی. سلام به همه شما، سلام به همه پستونک خورای قفلی برنامه. این هفته پستونک گرون شد، یه سری از مخاطبای زیر یه سال برنامه به من پیام دادن، گفتن در مورد گرونی هم برامون حرف بزن. بچه ها خیلی قفلی زدم روی گرونی. من تا 19 سالگی اصلا نمیدونستم گرونی چیه. هر کی میگفت گرونی توی راهه، من میرفتم در رو باز میکردم که گرونی پشت در نمونه. به نظر شما برای اجرای برنامه ورزشی در شبکه 3 کدام مجری خفن تر است؟ 1. این مخاطب برنامه‌مون همینطور که می‌بینید داره برنامه رو می‌بینه، نون باگت هم می‌خوره. اینقدر پستونک گرون شده دیگه دارن نون باگت می‌خورن بچه‌ها. به خود من تا 3 سالگی مثلا نون باگت می‌دیدم می‌ترسیدم، می‌گفتم این چیز درازا چیه؟ الان من شنیدم بچه کوچیکا فقط باگت و روغن و ماکارونی می‌خورن. فکر کن بچه ظرف روغن رو گرفته دستش داره میک میزنه. واقعا عجیبه. این هفته یه فیلمی از تلویزیون پخش شد در مورد گرونی و اینها که ما دیدیم واقعا گرونی شایع است. این دوتا خانوم با پول یارانه رفتن خرید، همه چیزم خریدن. شما ببینید خانوم ها وسط خریداشون یه جایی حساب و کتاب کردن و دیدن میتونن با یارانه شون علاوه بر 4 کالای اساسی کالای دیگه هم خرید کنن. من الان برنج برمیدارم. بعد این برنجی که ما برداشتیم 10 کیلویه، توی یک ماه 10 کیلو برنج نمیخوریم 3 نفر. حالا نوبت میرسه به حساب و کتاب. اول خانم زنگ‌آبادی، خانواده 4 نفره با 1,200,000 تومان یارانه. تخم مرغ 237,700، شیرشون 9,900، پنیر 25,500، 819,500. گفتم یه چیز تش میمونه. تازه پولشون هم اضافی اومد. خدای توبه، ما رو بگو واسه سیسمونی بچه ناصر رفتیم از ترکیه جنس خریدیم، اونم وقتی که جنس توی ایران به این ارزونی بود. من اهل انتقادهای الکی و مسخره بازی و این چیزا نیستم. وقتی میگید یارانه بسته واسه خانواده ایرانی، من قبول میکنم. این خانوما حساب کتاب کردن، دیدین دیگه غیر از کالاهای اساسی میتونن کالاهای غیر ضروری هم بخرن. اتفاقا در این مورد یک مصاحبه دیگه هم داریم از آقای زنبیل که ببینید. زنبیل نیست چیه؟ دنبیل؟ خب نه، مهم بیلشه، اشکال نداره. من از قدیم گفتم بیل توی زندگی از همه چیز مهمتره. ناصر بیا برو نکن آقا، برو اون بیلو بذار زمین. این بیل زنبیلو پخش کنین آقا، ویدیوی اونو پخش کنید. سلام، این وسایل تزیینی رو من با یارانه خریدم. قبل از واریز یارانه من اصلا وسایل تزیینی نداشتم، اینجا مثل بیابونای آفریقا بود. این گربه را قسطی با یارانه خریدم. این لباسای سفید و کفشا رو با یارانه خریدم. من قبل از یارانه لباس نداشتم، همش لخت و پتی توی خیابونا بودم. این ماشین نقره‌ای رو این ماه خریدم. تا یارانه واریز شد رفتم زدم تو گوشش. اون ماشین سفیده رو با یارانه نخریدم، اونو خودم داشتم، ولی بقیهش رو با یارانه خریدم. ماه دیگه میخوام یارانه واریز شد برم دیسک صفحه ماشینا رو عوض کنم. این لاک پشت رو دیروز خریدم، نیاز نداشتم ولی گفتم خب پول هست چرا نخرم. این دوتا دختر که توی اتاق خوابیدن با یارانه خریدم. قبلا پول نداشتم، دورم همش سیبیل بود، الان دیگه مایه هست. دوتا دوچرخه خریدم. قبل از واریز یارانه واقعا من همش پیاده روی میکردم، تو پیاده رو من کله ملق میزدم. زمین والیبال و بسکتبال هم خریدم، زمین بوکس خریدم، زمین تنیس خریدم، همه زمینای ورزشی رو خریدم و تازه یکم هم از یارانم اضافه اومده. ببین اون دخترایی که خریدم واسه یه ماه واقعا زیاده،
من توی یه ماه که نمیتونم همشونو بخورم. اینا تا دو ماه هم کار میکنن. واسه همینجوری پولم پس انداز میشه. شاید تا سه ماه دیگه کل زمین رو بخوام بخرم. حتی تو رو هم میخرم با یارانه. ننه بابات هم با یارانه میخرم. خواستم از همین تریبون تشکر کنم به خاطر یارانه. فقط سر موقع واریز کنید، من قسط دارم تو رو خدا. از بانک وام گرفتم، وام ازدواج، اگه ندم منو میندازن زندان. مرسی. همه جا همینه. بس دیگه، چقدر غر میزنید؟ مردم رو ببینین با یارانه دارن زمین و زمان رو میخرن. به خدا امشب یارانه منو بریزم، میخوام برم هوشنگی و زن و بچهشو با هم بخرم. میخوام ببرم اینا رو سر کوچه بندازم تو این سطح میکانیزه ها، ببرنشون راحت شین. واقعا جدی میگم، یعنی حتما من... الو مادرم، بذار برات یه شعر بخونم. ای تو یارانه من، ای تو جانانه من، تو برنج منی، تو ماکارونی منی. آها قافیه نداشت. خب مادر جان چی شد؟ آها بابا رفته فروشگاه با پول یارانه خرید کنه بیرونش کردن. خب لابد کار زشتی کرده، نکنه دربون فروشگاه رو انگشت چیز چیکار کرده؟ خب چی شده؟ آها گفتن با این پول گوزم بهت نمیدیم. ای بابا، خب توی تلویزیون که یه چیز دیگه میگفت که. نه فکر کنم واسه ما کم ریختن مادر جان. آره نه شاید با ما لجن، نمیدونم. ای الو الو، ای بابا قطع کرد، نمیدونم. خلاصه مادرم بود. بله میگفتم فرد مورد نظر رو میبرید فروشگاه، لختش میکنید، پرتش میکنید توی این قفسه عدس لوبیا، خودتونم میپرید روی قفسه شوینده ماشین لباسشویی. بعد آه. چرا اصلا من چرا اینا رو میگم؟ نه آخه میگم یعنی چه کاریه، چی میگفتم اصلا؟ آها در مورد اون قضایی ها و فروشگاه اینها بود. آره آره ببخشید، واقعا عذرخواهی میکنم. از یه طرف اونا میرن فروشگاه، نصف فروشگاه رو میخرن، تازه پول اضافه میارن و با اون پول چوز فیل و چیزای دیگه میخرن که اصلا هم نیاز ندارن. از یه طرف دیگه توی خیابون راه میری، بنر میبینی، گوشت میدن قسطی با چک کارمندی. یعنی ضامن باید داشته باشی که بری گوشت بخری، وگرنه بهت نمیدن. گرگان میخوان برن از چوپونا گوسفند بگیرن، ضامن نمیبرن. چند وقت دیگه هم میوه با ضامن معتبر میدن. الان گیلاس و گلابی و هلو کیلو 300 هزار تومنه. یعنی من بخوام از هر کدوم یک کیلو بخرم، دو تا کلیه رو باید بدم، دست راستم از کتفم باید قطع کنم تا بتونم میوه بخرم و بخورم و ویتامین بدنم رو تامین کنم. فکر کنم داره خون فواره میزنه از کتفم، منم دارم هلو گاز میزنم. کلیه هم که ندارم، گلابی میخورم آبش یه راست شاش میشه از اون ور میزنه بیرون. به خدا دیگه این زندگی به درد نمیخوره. حالا توی این وضعیت توی فرانسه سس خردل نایاب شده، همه ریختن توی این فروشگاه ها سس دارن میخرن. بابا سس خردل دیگه، خب نخورید نمیمیرید که. من فکر میکنم چون وضعیت مرغ و گوشت اینجوری شده، همه توی ایران دارن سس خردل میخورن، به این فرانسوی ها نمیرسه. ماکارونی و روغن و گوشت و مرغ دارن، فقط سس خردل ندارن. چقدر بدبختید شما فرانسوی ها. باز ما که هیچ کدومشو نداریم. انشالله این ماه یارانتون واریز میشه، برید از کشورهای دیگه سس خردل بخرید. واقعا فرانسوی ها بدبختن، خیلی اوضاع اقتصادیش بده، اصلا سس خردل ندارن بخورن. خب برج ایفل بخورید با ماکارونیتون، نوش جونتون اصلا. حالا با سس کچاپ بخورید، من میگم خردلم براتون بفرستن. گذشته از شوخی، واقعا این گزارش رو شما ببینید. دفتر چیه اینجا؟ این دفتر حسابرسی یه سری دوستانمون، نسیه میبرم. اینو همش حساب دفتریه. این دفتر حساب دفتریه دیگه. حساب و کتاب دفتری. 1800 2 تومن، 3 تومن، 4 تومن، 2 تومن. اما طبق گفته کسبه بازار طی چند روز گذشته، برخی از این بدهی ها بعد از چند ماه بالاخره پرداخت شده. این گزارش نشون میده مردمی که قسطی خرید میکردن، بعد از پرداخت یارانه همه بدهی هاشون رو دادن. منم خدا رو شکر همه بدهی هامو دادم. ما سرمون بالاست، توی این زندگی به هیچ کس بدهکار نیستیم ما. تازه بعد از پرداخت یارانه پول توی جیبمون واقعا فراوونه، یعنی اونقدر زیاد. اجازه بدیم ببخشید این تلفن. الو مادرم تویی؟ هوشنگی تویی؟ چی میخوای طول سگ ولمون؟ آها پول شارژ؟ تو رو خود جان مادر. آها 11000 تومان اون مازر قرض گرفتم. خب نوشنگی جان بنویس توی دفتر، حالا بعد بهت میدم. آها خونتون اومدم یه لقمه نون پنیر سبزی خوردم شده 8000 تومان.
آخه تو چقدر گدایی؟ پول اونم یعنی میخوای ازم بگیری؟ ندارم به خدا هوشنگ جان، باشه جور میکنم. نه امشب برم خونه فرشمونو میفروشم پولو برات میفرستم دیگه. قربونت برم هوشنگ جان، خدا نگهدارت. بله عذرخواهی میکنم، ببخشید. یکی از کسبه محل بود، یک کم پول دستی میخواست ازم، گفتم چش در خدمت شما هستم. این سیسمونی فروشی محلمون بود. بله بله، از وقتی دیگه همه میرن خارج دیگه این بی پول شده، پول کم آورده. بله میگفتم روغنا رو میریزید روی تخت، ماکارونیا رو لخت میکنید جان چی بود؟ نه آها اون گزارش و این چیزا بود. آها خب ولش کنیم. نه ولش کنیم، یه فیلم ببینین از مردی که با یارانه بیلیونر شده. این مرد مردی زیبا، مردی خانون باز، مردی خوش چهره، مردی خوش استیل. آیا از زندگی زناشویی خود ناراضی هستید؟ دستگاه های بزرگ کننده به چیز نیست. بله مردی با یک هواپیمای شخصی، ماشین میلیون دلاری، خانه ای بیلیون دلاری، استخرهای پر از آب، کشتی تفریحی گرون، جت اسکی، از همه مهمتر زن زیبا و خوش استیل. این مرد قبل از واریز یارانه یک کارتون خواب بیچاره بود، بعد از واریز یارانه اینها رو خریداری کرده، تازه پولش هم اضافه اومده. اون قصد داره با اضافه یارانه خودش چوس فیل و آلوچه بخره. مرد بیلیون دلاری، مرد تریلیون دلاری، مرد یارانه ای، مردی برای تمام فصول. عجب زنی، چیز نه، یعنی مردی زیبا، مردی خوشپوش. میخواهید خوشپوش باشید؟ میخواهید مثل این مرد همه چیز داشته باشید؟ دستگاه های بزرگ کننده و کلفت کننده آیا شما هم از زندگی خود ناراضی هستید؟ یارانه بگیرید، خشتک دریده و به حساب بانکی خود حمله کنید. از همکنون شما هم بچه مایه‌دار هستید. حالا خیلی هم رو این فیلم ها حساب نکنید. من خودم دیشب رفتم فروشگاه خرید کنم، همه چی ریختم تو این زنبیلا که حرکت میکنه، تا اومدم بیام بیرون یهو گرفتنم. گفتم داداش من توی تلویزیون دیدم اینجوری میکنن. گفت نه باید پول بدی. گفتم پولیه مگه؟ یا رفتم سیب زمینی فروشی، گفتم داداش با یارانه سیب زمینی میدید؟ گفت چیزی از یارانت مونده؟ گفتم نه. گفت اینو فقط داریم. دستش دست بیل بود نامرد، نمیدونم. خلاصه این که دیگه دیدین دیگه، ما مشکل خاصی کلا نداریم توی زمینه یارانه و خرج و مخارج. فقط یه کم کمبوده سس خردل داریم که اونم خب خردل ایرانیان نمیخورن دیگه. خردلا رو بفرستین فرانسه، اون بدبختا دارن از بی خردلی میمیرن. با اجازهتون منم چمدون رو بستم. این ناصر بچه دار شده، بیچاره کرده ما رو به خدا. اینو نه اینو شبا باید ببندیم اینجا، نره خونه هی بچه دار بشه. الان باز باید بریم ترکیه واسش سیسمونی بخریم. آره قربونتون برم، مراقب خودتون باشی. ناصر جان حواسمون پرت کردی، این موتور رو روشن کن. هر هفته با موتور منو میبری ترکیه لامصب. این هفته با یه بخش جنجالی در خدمت شما هستیم. شاید شما بگید در زندگی زناشویی و رابطه دوست دختر و دوست پسری فقط اخلاق و پول و خونه و ماشین و قرار اول و دنگ مهمه، ولی من به عنوان کارشناس به حق این موضوع میگم که کاملا اشتباه میکنید. بالاخره خب من دو تا رابطه بیشتر از شما پاره کردم، من بهتر میدونم. قبل از اون میخواستم از همه بینندگان حیوان برنامه تشکر کنم. نه آقا بهتون بر نخوره. نه آقا نه، با شما نیستم که. جدی ما یه سری حیوان داریم که طرفدار برنامه هم خیلی هم تعصب دارن روی ما. مثلا هفته پیش یه مش گربه پرست اومده بودن به من حمله کرده بودن، گفته بودن چرا میگی گربه ها نرن توی بیمارستان. خب همینطور که ما میگیم انسان ها نباید جنگل ها رو بخورن و دست از سر طبیعت بردارن، و همینجور هم که معتقدیم که گربه ها رو آزار نباید داد و اونا رو سوسیس نکنید، همونقدر هم معتقدم که گربه جاش توی بخش زایمان نیست. هر چیزی باید سر جاش باشه دیگه. تو یه بار مثلا سر سفره پاشو بشاش ببین خوبه؟ جای این کارا سر سفره است واقعا؟ هر کی هر چی میگه بهش حمله میکنید شما، بعد با خودتون میگید وای من چقدر حامی حیواناتم. احمق، خب اونجا هزار جور مریضی و هزار جور زباله پزشکیه، واسه گربه ها مثلا خوب نیست اونجا باشن. تازه ما خودمون از این گربه ها نامه دریافت کردیم، به ما گفتن داداش حق با شماست.
بعد یه سری انسان میگن نه حق با شما نیست. ما اصلا خودمون 200 میلیون بیننده گربه داریم، حالا کاری به این ندارم. شما این توتی زیبا رو ببینید، هر هفته پای برنامه میشینه و لباسش رو با من ست میکنه، برنامه میبینه. فیلیپر جون نشستی پا برنامه 85 گیرینگ و جون، با گیرینگ و جون ست کردی، داری حالش میبری یا نوش جونه گیرینگ و مخلصیم داداش. بعد از گربه ها و سگ ها بیشترین مخاطب ما پرندگان هستن. همینجا به پرندگان و چرندگان و درندگان عزیز سلام عرض میکنم. مخلصیم آقا. من خودم اصلا پرندم، تو خونه مادرم منو بلبل زبون ذلیل مرده صدا میکنه. خب بالاخره خب بینم یه نوع پرنده است دیگه، نمیدونم واقعا چقدر بیننده حیوان داریم ما. به به چیز نه آقا، نه بهتون بر نخوره، جدی خیلی علاقه من شدن حیوانات به برنامه ما، خیلی برام عجیبه. آقا بریم سراغ برنامه اصلی خودمون. اون دوستمون که در مورد موسیقی حرف زده بود، اون ویدیوشو بذارین. آره ممنون، مرسی. موسیقی بیماری قند میاره، کمخونی میاره، غلظت خون میاره، میگرن میاره، یبوست میاره، قلنز روده میاره، ضعف حافظه میاره، ضعف بینایی میاره، ژنتیکی تغییر داره بدن ایجاد میکنه، نمیذاره از بدن عفونت دفع بشه. خدمت شما عرض دارم که غلظت خون میاره، غلظت خون بالا میبره، در زنا هورمون زنونه رو از بین میبره، در مردا هورمون مردونه رو از بین میبره، غیرت از بین میبره، بینایی رو به شدت ضعیف میکنه. بله دیدین که چقدر موسیقی ضرر داره. حالا شما ببین توی رابطه اینا چقدر تأثیر میذاره. موسیقی بندری فشار رابطه رو میبره بالا، موسیقی لبنانی مثل سس فلافله تند میکنه رابطه رو. حالا این موسیقی بود، من چیزای دیگه هم تست کردم، دیدم واقعا چقدر درسته این حرفا. مثلا فیلم، سینما خیلی برای انسان ضرر داره. مثلا من خودم فیلم پرستار مهربون و دختری که در جنگل گم شد یا فیلم تعمیرکار بیناموس رو هر وقت میبینم چشمام ضعیف میشه، زانوم درد میگیره، کمردرد شدید میگیرم. اصولا سینما برای لوزه، حلق و بینی و اینا اصلا خوب نیست، باعث سرطان زانو، سرطان بینی، بواسیر شدید میشه این سینما. اگه یه هفته پشت هم فیلم ببینید 34 سانت بواسیر میزنه بیرون، باعث آبریزش بینی، سردرد، کج شدن قوزک پا، تیر کشیدن ستون فقرات میشه. من جای شما بودم دیگه فیلم سینمایی نمیدیدم. بعد از موسیقی و سینما بدترین چیز هنرهای تجسمیه، مثل مجسمه سازی و نقاشی و عکاسی و این چیزا. اینا واقعا آسیب جسمی میزنه به انسانها، عوارضش مثل شل شدن پایین تنه، سپ شدن بالا تنه، تنگ شدن گوش، گشاد شدن دهن، باریک شدن بازو، سفت شدن رانها، ضعف معده، ضعف روده بزرگ، گشاد شدن دهانه روده بزرگ، تنگ شدن دهانه روده کوچک، گشاد شدن سوراخ بینی سمت راست و کیپ شدن سوراخ بینی سمت چپ، و از همه مهمتر ناتوانی جنسی متاسفانه. در مورد هنر تئاتر هم بگم که تئاتر باعث خوابالودگی، منگی، سردی، گرمی، ولرمی میشه. گاهی تو همون تاریکی سالن تئاتر که میشینی باعث درد در پشت بدن میشه، که وقتی برمیگردی میبینی پشت سرت داره دست میندازه تو شلوار، همونجا با پشت دست بزنی توی دهنش، این دردت هم سری خوب میشه. باعث سوء هاضمه، سوء تغذیه، سوء استفاده، سوء تفاهم، سوء مدیریت، همه اینا میشه این تئاتر. طبق تحقیقاتی هم که من داشتم، تئاتر باعث رشد موهای زائد میشه. پشم‌های فر یکی از عوارض تئاتره. بوی بد دهان، بوی بد چوس، قرمزی گونه، جوش چرکی روی دماغ و خیلی چیزای دیگه. حالا ما میخوایم بدونیم اینا چجوری توی رابطه تأثیر داره. ببین مثلا خب موسیقی خیلی برای زندگی زناشویی خوب نیست. موسیقی تمرکز آدم از قرمه سبزی میگیره. شما نمیدونی قاشق بزنی توی ظرف یا ظرف رو بزنی توی قاشق. فکر کن اون بر استاد شجریان داره میگه ها 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 ها، این بر تو با تمرکز کنی ببینی چی به چیه. فیلم سینمایی هم همینطوره، اون بر بروسلی داره میزنه این و اونو، یهو تو هم جوگیر میشی، از دست در میره، یه دونه به همسر گرامی میزنه، حالا بعدش باید با شور توی خیابون فرار کنی دیگه، میری سر کوچه داداشاش میپیچن جلوت، ته کوچه هم که بابات وایساده، حالا تا صبح باید بیای توضیح بدی که آقا تقصیر فیلم بود،
به خدا تا اون موقع دیگه نصف بدنت کوفته تبریزی شده رفته. تئاتر هم تأثیر منفی داره در رابطه زناشویی. سالوناش که خب اکثرا تاریکه. من خودم یه بار با دوست دخترم رفتم تئاتر ببینم، وسط نمایش یهو دست کردم توی لباسش، گفتم عزیزم چقدر کار خوبیه. یهو برقا روشن شد. مسئول سالن اومد گفت گم شو برو بیرون، اینجا اونجا نیست. گفتم به خدا من کاری نکردم، من محو تماشای این کار زیبا بودم. اصلا من عاشق شکسپیرم، من خاک صحنه خوردم، من خودم خاک صحنه‌ام، من شاگرد استاد انتظامی هستم، من دختر خاله استاد پرستویی هستم، ما باید هنر مظلوم تئاتر حمایت کنیم. اونم گفت همه اینا درست، ولی لاشی اول دستتو از پیراهن دوست دخترت در بیار، بعد در مورد هنر مظلوم تئاتر بخور. نتیجه میگیریم که تا برقا روشن شد دستا رو در بیاری. اینو میخواستم بگم. خب ما یه سری اینجا مریضای بدحال داریم که سه سری سوال پرسیدن، ما میخوایم به حال اونا برسیم و جواب سوالا رو بهشون بدیم. محمد رضا پرسیده چه فیلمی نشونه دوست دخترمون بدیم قرار اول میاد خونه. داداش خب این فیلم ها جاش اینجا نیست که، شما برو یه سری سایت هست اونا رو ببین، قشنگ توش آموزش داده دیگه. تازه اول باید دختر بیاری خونه بعد فیلمو براش بذاری، نمیتونی که تلویزیون رو برداری ببری توی کوچه بهش فیلم نشون بدی که. دوم به پاش خودش میاد، شکلات بذار همینجوری پشت در، همینجوری شکلات ها رو دنبال میکنه میاد توی خونه دیگه. اینم من باید به شما بگم، شما اونو بیار خونه من خودم برات فیلم میسازم. سجاد گفته من یه بار با آهنگ شهرام شب پره دیسک کمرم زد بیرون موقع عملیات. داداش خب به فکر دشمن نیستی، به فکر خودت باش. به خدا تو هر عملیات اینقدر تلفات بدیم که شکست میخوریم که. دشمن میاد جان و مال و ناموس ما رو با نیسان آبی میبره اگر اینجوری باشه. مراقب دیسکاتون باشین، دیسک از همه چیز مهمتره، اینو یادتون باشه. من خودم 3-4 دیسک از قدیم دارم، روش آهنگای داریوش و ابی و اینا پر کردم، همیشه میذارم با بچه‌ها گوش میدیم حال میکنیم. یعنی میخوام اون دیسکو نمیگه، دیسک کمر رو میگه. خب نه دیگه، خب دیسک کمرم مهمه، اونو بزنه بیرون دیگه واقعا سخت میره تو. من تجربه داشتم، الان واسه من به خدا زده بیرون، زمستونام سوز میاد دیسکم یخ میزنه. به نظر من موقع عملیات یه آهنگ ملایم تر بذارید، اینجوری دشمن هم احساس امنیت میکنه. خود شهرام شبپره موقع عملیات علیرضا قربانی گوش میده، بعد شما شهرام شبپره گوش میدی. احسان پرسیده تأثیر فیلم و موسیقی در قرمه سبزی چقدره، مثلا موزیک بندری. ببین خب موزیک بندری قشنگ باعث میشه که قرمه سبزی جا بیفته. در مورد فیلم باید قبلش ببینی، یعنی اگر همزمان ببینی جواب نمیده. آدم موقع قرمه سبزی فیلم ببینه خب داستان از دستش در میره، هم داستان رو گم میکنی، هم داستان تو رو گم میکنه، هم داستان میشه. ماست و خیارا میریزه تو این عبد و خیارا، حاجت ها قاطی میشه. خلاصه نکنید این کارو. موزیک هم همینه، بندری میذاری میره روی ویبره، حالا بلرزون حالا بچرخون، هیچی دیگه. تا به خودت میای میبینی همسایه ها اومدن تو میخوان شاباش بدن به. بعد تو بندری میزنی اون بلغاری دوست داره ساندویچ. مگه چی شد؟ آها نه ولش کنیم، بریم آقا بریم موضوع بعدی. به خدا این قردی بازی ها رو ول کنید. به خدا قدیم این چیزا نبود که مردم خوش قرمه سبزی میخوردن، فوقش در کنارش یه پیازم میزدن به بدن دیگه. در زمان غارنشینا هم توی غار یارو خرس کنارش بوده، این شب به شب با زنش داشت قرمه سبزی میخوردن دیگه. خرسا یه چند وقت خب رعایت کردن، بعد دیدن اینجوری نمیشه، با لگد زدن در انسان‌ها، گفتن برید واسه خودتون خونه بسازید، تو غار ما از این کثافت کاری ها نکنید. این شد که انسان‌ها خونه ساختن. برنامه انصافاً داره برگی از تاریخ رو براتون ورق میزنه. تا حالا کسی نمیدونست چی شد که انسان اصلا خونه ساخت؟ ما اینجا پرده از این راز هم برداشتیم. الهام گفته صدای زوجین میرسه به دیگر همسایه ها، واسه همین موزیک میذاریم. خب صداتون رو بیارید پایین، مگه دعواست؟ مگه با اژدها دارین قرمه سبزی میخورید؟ بعضی عادت دارن جیغ و داد و اینا کنن، ادا تنگا در بیارن. صدا تو بیار پایین، خب بچه خوابه. مورد داشتی مشت میکوبیده به دیوار، عزیزم چی کار میکنی؟ مگه مسابقات کاراته است؟ حالا یه قرمه سبزی خوردی میخوای بگی مثلا خیلی حال کردی، دمت گرم، ولی دیگه به در و دیوار چی کار داری؟ چقدر ادا؟ حالا نه اینکه برید از فردا اون ور بوم بیفتیدا، یا از فردا همه موقع قرمه سبزی مثلا مطالعه میکنن، میرینن به اعتماد طرف مقابلشون.
حتی حرفه‌ای تریناش هم زیر دلشون به هر حال گاهی درد میگیره. من خودم شنیدم. چی شده ناصر؟ چی؟ سیسمونی؟ بازم؟ پاشو خب بلیت بگیر بریم ترکیه. نه اینجا سیسمونی درست حسابی گیر نمیاد دیگه. من نمیدونم آخه تو چقدر بچه دار میشی لعنتی. راز موفقیت تو بگو خب به ما. آها آها موقعی قرمه سبزی خندمانه میبینی؟ جدی میگی؟ لعنت به، چرا من به فکر خودم نرسیده بود؟ عجب فکر بکریه. دیدن رامبد جوان هر نازایی رو حامله میکنه. احسن واقعا نصر.